حق رفشن است. الله تعالی به سوی خود هر کی را خواهد هدایت میکند. هر کسی که حق را میجوید پس به او لازم است که با اذن الله به او رو آورد. و یکی از جویندگان حقیقت این ابو عبدالله سلمان فارسی است. او از بین فارس ها اولین شخص در اسلام بود. او را در اسلام سلمان خیر میگویند. پس از دهه خود که در دیار فارس بود به سوی شام آمد و او همیشه در جستجوی دین حق بود. پس به سوی عراق رفت و در بین شهرهای دیگر میگشت تا به او خبر دادند که پیامبر آخر زمان به سوی مدینه هجرت میکرده است. با شنیدن این خبر شاد و خرسند گردیده با همراهی کاروان به راه برآمد تا به پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدار بینی کرد و او نشانه های نبوت را در پیامبر صلی الله علیه و سلم دریافت که آن را پیش شنیده بود. پس اسلام آورد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که دست خود را به سلمان گذاشته ستایش کرده چنین گفتند: اگر ایمان در سوریا می بود بعضی از مردان این قوم به آن نائل می شدند. و سلمان فارسی از علما در بین صحابگان بود. معاذ ابن جبل رضی الله عنه گفت علم را از چهار نفر طلب بکنید: ابو دردا و سلمان فارسی، عبدالله ابن مسعود و عبدالله ابن سلام با هم دوست و برادر شدند. و از حکمت های او که در غزوه احزاب به پیامبر صلی الله علیه و سلم توصیه و اشاره به کندن خندق کرد و گفت: ای رسول الله، ما وقتی که اگر در سرزمین فارس بودیم و از هجوم اسب ها می ترسیدیم خندق می کفتیم. به فکر سلمان و مسلمانان تعجب آور بود که آن را پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول کردند. و یکی از نصیحت های بزرگ سلمان فارسی این بود که آن یکی از نمونه های عبرت انگیز است و آن چنین است که ابو دردا گفته بود به ابو دردا گفته بود: پروردگارت به تو حق دارد و نفست بر تو حق دارد و اهلت بر تو حق دارند، پس حق هر کس را عطا بکن. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: سلمان راست گفته است. سلمان یکی از زاهدان و خاکساران و دهندگان و سخاوتمندان بود. سلمان آنچه پیدا میکرد صدقه میداد، یعنی تمام معاشش را میداد، پس کار میکرد و میخورد و از هیچ کسی چیزی قبول نمیکرد. سلمان بین توکل به الله و گرفتن سبب ها جمع میکرد. او برای ذخیره کردن از بازار خوردنی می خرید و به او گفته شد که تو صاحب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستی، برای چی چنین عمل میکنی؟ پس سلمان گفت: اگر نفس رزق خود را به دست آورد آرام می شود و وقت برای عبادت پیدا می گردد و وسوسه ها از انسان دور می شود. سلمان فارسی سال 33 هجری در مدائن وفات کرد و بعضی ها گفتند که در جایی دیگر، و الله تعالی از او راضی گردد.